جزئیات تازه از انتقال پول نقد توسط دولت اوباما به تهران رویکرد آمریکا در قبال حضور های روسیه در ایران و شرایط ایرانیان با تابعیت دوگانه در زندانهای جمهوری اسلامی موضوع چهار مقاله در وال استریت جورنال بلومبرگ واشنگتن اگزامینر و تورنتو استار است جی سالمن و کرولی در مقاله در وال استریت جورنال با عنوان ایالات متحده پولهای نقد را تا آزادی زندانیان نگاه داشت مینویسد نویسد بنا به روایت مقام های آگاه دولت آمریکا تا زمانی که هواپیمای نیروی هوایی سوئیس حامل سه زندانی آمریکایی تهران را ترک نکرد اجازه نداد ایرانی ها 400 میلیون دلار را در اختیار بگیرند آن هنگام بود که هواپیمای باربری ایران اجازه پیدا کرد پالت پول نقد را از فرودگاه ژنو به ایران حمل کند مقام های ایرانر ایر انتقال این پول های نقد به یورو، فرانک سوئیس و دیگر وجوه را هماهنگ کردند. وزارت خزانه داری آمریکا سال 2011 ایرانه ایران ایران را به خاطر گزارش های حاکی از انتقال تسلیحات برای سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داد. قانونگذاران ابراز نگرانی کردند که 400 میلیون دلار پول نقد هنگام رسیدن به تهران در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته باشد. تحریم ایرانر یک روز پیش از انتقال پول نقد و زندانیان در چارچوب توافق هسته ای لغو شد. ایلای لیک در یادداشتی در بلومبرگ با عنوان کری برای جدا کردن ایران و روسیه باید چه کند میگوید پرواز مبکن های روسی از ایران نباید موجب شگفتی آمریکا شده باشد. در ماه دسامبر حضور هواپیماهای روس در یک پایگاه ایران توسط یک اندیشکده آمریکایی گزارش شده بود. کری باید از این تصور دست بکشد که وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری ایران افراد میان روی هستند که او باید موقعیت آنها را در برابر تندروها تقویت کند. او در عوض باید از حضور نظامی روسیه به عنوان فرصتی برای تضعیف شرکایش در مذاکرات استفاده کند جانکری باید در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایران برای پشت سر گذاشتن ترس از امپریالیسم تبریک بگوید وزارت خارجه آمریکا هم باید نسخه فارسی معاهده گلستان و ترکمنچای را که تیان امپراتوری روسیه ایرانی ها را تأخیر کرد منتشر کند آنا جیاریتلی در گزارشی در واشنگتن اگزمینر به عنوان ایران برای محاکمه شهروند آمریکایی آماده می شود از گزارش های رسانه ای در ایران حاکی از محاکمه غلام رزا شاهینی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای مشارکت در جنبش سبز و همکاری با صدای آمریکا خبر می دهد. وزارت خارجه آمریکا این گزارش ها را رد یا تایید نکرده است. و تورنتو استار در سرمقاله با عنوان زندانیان را بخشی از توافق دیپلماتیک با ایران کنید با اشاره به تلاش های ایران و کانادا برای بازگشایی سفارتخانه های دو کشور و سرگیری روابط دیپلماتیک دو جانبه یادآوری میکند که هما هوتفر استاد دانشگاه ایرانی کانادایی و سعید ملکپور ایرانی ساکن کانادا در ایران در زندان هستند تورنتو استار ضمن پرداختن به درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر استرداد محمود رضا خاوری بانکدار تحت تعقیب ایرانی تاکید میکند که آزادی هدفر و ملکپور باید بخشی از هر توافق دیپلماتیک با ایران باشد آنهایی که این دو را زندانی کردند میدانند که آنها گناهکار نیستند